سلام، سلامی گرم به همه دوستان قیام آفرین در سر تا سر ایران زمین. سلامتی روزافزون برای شما را خواستارم. بله، اعتصاب کامیونداران در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای داشت که به تعدادی از آنها می‌پردازیم. کاربری به تأثیر اعتصاب در راستای قیام اشاره کرده و اینطور گفته که در مسیر انقلابمون حتی یک روز هم از اعتصابات سراسری غافل نشویم که محکمترین ضربه تبر در فروپاشی این نظام رو داره. و همچنین کاربر بعدی به کاربرد اعتصاب در قسمتی از بنگاه‌های رژیم اشاره کرده و اینطور نوشته که در راستای اعتصابات سراسری و اعتصاب کامیونداران ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته باید تحریم و منزوی شوند. بنگاه‌های اقتصادی خدمات رسان به ماشین جنگی سپاه جمهوری اسلامی باید هرچه متوقف شوند. و اما هموطن دیگری نقش اعتصاب کامیونداران در انقلاب را برشمرده و اینطوری گفته: اعتصاب کامیوندارها کمک بزرگی به انقلابمون میکنه. کامیوندارهای با شرف، حمایت، حمایت. و همچنین هموطن دیگری ترفند رژیم در شکستن اعتصاب را برملا کرده و مینویسه: دارند به رانندگان کامیون پیامک میدن که سوخت ترمیمی واریز شد، اما بچه های با شرف همه در اعتصاب کامیونداران شرکت دارند. خب بریم سراغ کاربر بعدی که پشتیبانی از اعتصاب کامیونداران را یادآوری کرده و اینطوری نوشته: اخبار اعتصاب کامیونداران بزرگترین و مهمترینه. این خبر الان باید ویژه ترین خبر باشه و بهش کامل توسط کسایی که فالوور بالاتری دارن پرداخته بشه و تشویق به اعتصاب بقیه این دوستان با شرف و زحمتکش باشه. لطفاً کمکاری نکنید، امروز رسالت شما اینه. همچنین هموطن دیگری به یکی از شگردهای رژیم اشاره کرده و نوشته: خیلی فوری ساعت 19 روز یکشنبه 6 آذر طی یک بخشنامه شبانه از سوی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی به پمپ بنزین‌ها اعلام شده که نیمی از پمپ‌های خود را خاموش کنند. دلیل این اتفاق احتمالاً اعتصاب کامیونداران می‌باشد. و همچنین کاربر دیگری به یکی از ترفندهای رژیم اشاره کرده و اینطوری نوشته که برای خونخواهی جوانان ایران، برای حمایت از توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی، برای حمایت از اعتصاب کامیونداران و همه اعتصاب کنندگان در سراسر ایران، برای آزادی ایران و ایرانی، 14-15-16 آذر را برای جمهوری اسلامی جهنم می‌کنیم. بله دوستان، همانطور که در این توییت ها مشاهده کردید، یکی از اهرم‌های اصلی برای ساقط کردن این رژیم اعتصاب کامیونداران است که اقتصاد این رژیم به آن وابسته است. پس درود می‌فرستیم به این کامیونداران شجاع و با امید پیروزی. با تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید، شما را به خدا می‌سپاریم.